سلام، خیلی مخلصی. محمد بهرانی هستم. شبتون بخیر، عصرتون بخیر. با ویژه برنامه یورو 2024 در رسانه فوتبال 360 در کنار عادل فردوسی پور، خیلی ممنونم که کماکان دارین راجع به اون سوال من کامنت می نویسین. یه چیز خیلی باحال اینه که کامنت ها یه کلمه یا دو کلمه یا خطی نیست، شما قصه ها رو بر ما نوشتین. من خیلی کیف کردم از خوندن این قصه ها و طبق قولی که بهتون داده بودم همش رو خوندم تا الان با حوصله، و قصه ها رو که میخوندم فقط یه حسرت خوردم که شبی که احسان عبدیپور مهمان ما بود یه خورده به خاطر اون مشکل صدا زمانمون کمتر شده. ای کاش بیشتر میشد با احسان بشینیم قصه بشنویم کیف کنیم. آقا عادل خیلی مخلصیم. خیلی مخلصیم. سلام علیکم. سلام خدمت مخاطبین عزیز فوتبال 360. ساعت 6:02 است. ما 90 دقیقه با هموطن عزیزمون همراه خواهیم بود. دو تا مهمان حضوری درجه یک داریم، آخرش آرش و پویان داریم و از طریق اسکایپ هم دو تا ارتباط خواهیم داشت کاملا فوتبالی، و انشالله که بتونیم دقایق خوبی رو برای هموطنان عزیزمون رقم بزنیم. با ما همراه باشید. عادل خان، کماکان ما در کامنت های تعداد زیادی درخواست داریم که تایم آرش و پویان کمه. منم دیشب گفتم واقعا بچه ها بازی انگلیس رو مرور کردن، به بازی آلمان اصلا نرسیدن. منظورم این نیست که چون آلمان بود، یکی از بازی‌ها رو نشد راجبش حرف بزنیم. فکر کنم اگه بشه یه جوری تنظیم کنیم که آرش و پویان بیشتر باشن احتمالاً مردم راضی‌تر خواهند بود. حالا سعیمونه که حتما می‌کنیم. ما با آرش پویان اوکی هستیم، یعنی با هم دیگه حساب می‌کنیم، با هم هماهنگ هستیم. رو 10 دقیقه با هم صحبت، اول 7 دقیقه بود بعد کردیمش 10 دقیقه. حالا به فراخور اتفاقاتی تو برنامه رخ میده حتما در نظر می‌گیریم، باشون هماهنگیم. اوکی، یعنی بچه‌ها یه سوال شخصی هم من دارم. من سه روز یه بار در فضای مجازی به یه فیلم قدیمی از شما برخورد میکنم که توی مسابقه شرکت کرده بودی، کار و زندگی نداشتی. آه، اون موقعی که رفتم مسابقه شرکت کردم. آره. من هر مسابقه ای بود شرکت میکردم. یه دونه تازگی همین هر چی دیدم. که بود، یعنی هر مسابقه تلویزیونی که بود، این اصلا بدون معلنی میرفتم اسمی دادم با من رادیو میرفتم. من رادیو صبح پنجشنبه بلند میشدم میرفتم، ما آقا خونم رو فکر کنم گیشا بود، سوار اتوبوس می‌شدم. خب ببین، اتوبوس می‌شدم می‌رفتم پارک شهر، بعد تو ساختمان ارگ می‌رفتم رادیو. مسابقه بود به نام مسابقه دانش و هوش. بله بله. آره. میکائیل شهرستانی عزیز، بله، بازیگر درجه یک تئاتر هم موجش بود. اونو همه اونا رو می‌رفتن، یعنی هر پنج شنبه مثلا من جام مثلا آره در آوردی، یعنی برنده شد. خیلی آره. هم مظلومی تو مسابقه. آره، یعنی اون موهای اینجوری جلو بود، همش اینجوری خیلی آروم جواب میدی. آره، ولی خوشت هم درجه یک بوده. نه حالا، ولی خوب بود، یعنی خوب بودم. خوب بودی، چون بحث گیشا هم شد. دوستان، در واقع اگر خواستید که سوسیس و کالباس خوب تهیه بفرمایید، پروتئینی در گیشا هست که میتونید همونجا کاره که من و هومن حاجی عبداللهی معمولا از اونجا خرید میکنیم، میتونید استفاده کنید، لذت ببرید. ببخشید گفتم زبان گویای در واقع پروتئینی گیشا باشم. بریم سراغ بازی‌های دیشب ببینیم چه اتفاقاتی رخ داد. انگلیس دقیقه 94-34 با برگردون فوق‌العاده جود بلینگام دیرهنگام ترین گل انگلیس در وقت‌های قانونی تاریخ بود و تنها دو ضربه در چارچوب داشتن، یکی همین 94-34، 90-51 51 ثانیه بعد از شروع وقت اضافه هم بود، سریع‌ترین گل وقت اضافه تاریخ یورو رو به ثمر رسوندن. ساوتگیت آخر بازی به سیستم 5-4-1 رو آورد و با چنگ و دندون از گلی که زده بود در وقت اضافه تونست. خیلی کیف کردی. خیلی صدات گرفته، صدام یکمی گرفته بود، ولی خوب شده صدام. آره. دیشه اصلا کلا صدام گرفته بود. همه سر ایران مطمئنن لحظه اون گل فقط داشتن. سر گل بینگ آخه خیلی دیگه تخت بود دیگه. 95 خیلی باحال بود. انگلیس در چهار بازی آخری که در یورو گل اول دریافت کرده همه رو برده. کرواسی رو برد 4-2، ولز 2-1، دانمارک 2-1، 20-21 و 20-24 هم در برابر اسلوواکی بعد از اینکه گل خورد تونست بازی رو به نفع خودش به پایان برسونه. ساوتگیتی که این همه تحت فشار قرار داره و اینا، در شرایطی که قبل از اون تو نیم قرن به دو تا نیمه نهایی رسیده بود، برای اولین بار در دو یوروی متوالی به جمع 8 تیم برتر رسید و اگه یه بازی دیگر هم ببره به جمع 4 تیم برتر. سوئیس رو می‌بری؟ آره.
میبرین سوئیس خیلی سفته ولی راحت، یعنی اینج دردسر نه بگم نتیجه چی میشه اینا، ولی عین قشنگ عین بچهای مهد کودکی نمیذاره از رو دستش نگاه کنی، هیچی نمیذاره نجا اصلا بازی شروع شد اینجوریه قشنگ، از اوناست که اصلا تقلب نمیداده به هیچکی. من خیلی تقلب دادم در واقعا دبیرستان، آخه آزاد هر چی بلد بودم می‌ذاشتم مردم نگاه کنه. اینجوریا بود؟ نه اصلا. خب بگو پس چند چند یه دونه رو بگو. الان که نمیتونم بگم. البته قول پیشبینی که امشب اینجاست. آره حالا قول حالا قله اینجاست. بعد اینا بازی اسپانیا و گرجستان، گل اول خوردن ولی با اختلاف 3 گل بازی رو بردن. قاطعانه ترین برد یک تیم در تاریخ یورو در مسابقه که گل اول دریافت کردن، یعنی گل اول خوردن یه گل به خودی و بعد نیمه دوم 4 تا زدن، چند تا هم نزدن. خود دلا فانتو گفت اصلا بازی رو با 8 یا 9 گل میتونستن به نفع خودشون به پایان برسونن که اتفاق رقم نخورد. اگه گل به خودی لونورمان که امروز هم به اتلتیکو مادرید پیوست نبود و اون گل جنجالی و بحث برانگیز نمیزدن، شاید اینجوری نمیشد. نیکو ویلیامز بازیکنی که گفته میشه نزدیکه یا خیلی نزدیکه به بارسلونا، اولین بازیکن تاریخ یورو است با یه گل، یه پاس گل و 100% پاس صحیح، 46 تا پاس داد، تک تک پاساش سالم. و اینکه یامال در کنار نیکو بشن در تیم بارسلونای فصل بعد با فلیک شاید ترسناک باشه بح برای هواداری رئال مادرید. به تیم خوبی میشه. منم دیروز خدمت شما عرض کردم حس میکنم اسپانیا با حوالی 4 گل ببره. شما چی گفتی؟ نه دفاعش اجوری چرز حال نمیخوره. حالا ادم نه تو برنامه که آروم حرف میزنم، خیلی آروم. خیلی تو برنامه گفتی 4 تا، گفتی دفاع گرجستان خیلی خوبه 4 تا فیلمش هست. گفتم حالا الان اتفاقا در تایید صحبت من تیمشون چرا تایید صحبت تو بیشتر شوت متحمل شده، 106 تا شوت به سمت دروازهشون زده شده، 37 تا شوت در چارچوبشون بوده، بیشتر امید گل متحمل شده XGA در واقع XGC در واقع 11.32، یعنی 11.32 تا گل بعد می‌خوردن، 11.32 صدم گل بعد می‌خوردن، ولی خب کمتر گل خوردن به خاطر درخشش خیره کننده مامارداشویلی گلرشون که فوق‌العاده کار کرد و بعید والنسیا بتونه نگهش داره بعد از نمایش درخشانه که داشت. ABSشون چطور بوده؟ 29 تا مهار داشته در یورو 2024. نفر دوم که دوناروما بوده 14 تا، یعنی نصفش هم کمتر، و نیتا گلر رومانی البته با یه بازی کمتر 13 تا داره، شاید نمیدونم جلوی هلند 7-8 تا دیگه هم باشه، ولی نمیرسه به مامارداشویلی که واقعا فوق‌العاده کار کرد و در کنار کوارتخلیا قطعا پدیده های تیم پدیده جام بودن. چقدر دوستش دارن این کوارتخلیا، چقدر محبوبه. یه گل داشت میزد وای از وسط زمین. چقدر خوب بود بازیکن بودوسنه. خوبیه و توی گرجستان به شدت محبوبه، خیلی دوستش دارن. و یه اتفاق ترسناک برای ما هواداران آلمان افتاده، به نظرم خوردیم به بهترین تیم این تورنمنت. به سادگی این میتونست فینال باشه. آره فینال زود هنگام. آره. واقعا یعنی فینال زود هنگامه. دو تا تیم آماده این تورنمنتن. اگر آلمان بتونه اسپانیا رو ببره، که با اینکه آلمانی هم به نظرم شاید شانس اسپانیا یکم بیشتر باشه، به نظرم دیگه خیلی تا قهرمانی مانع جدی نداریم. نه به اون راحتی فکر کنم، چون این بازی ببره این ورم اصلا این ور کلا فرانسه بلژیک پرتغال. آره دیگه تیمای خیلی درجه یکی در این تورنمنت نبود، ولی خب فرانسه بلژیک و پرتغالن، اسمشون بزرگه. اون ور اگه نگاه کنه انگلیس مثلا سوئیس رو ببره خیلی راه سختی شاید در پیش رو نداشته باشه، شاید مثلا نام هلند مثلا اتریش. آره نمیدونم که چجوری خواهد شد. یه چیز باحال اون دفعه راجع به این صحبت کردیم که فیلم های خیلی خوبی شبیه که هوتن بود فکر کنم. آره. راجع به فوتبال کمتر ساخته شده. یه سریال باحال رو میخوام پیشنهاد کنم، احتمالا خیلی هاتون هم دیدین، تدلاسو رو ببینید. تدلاسو یک سریال به شدت انسانی پر از عشق که از منظرش هم میتونید کیف کنید، هم احتمالاً یکم شما رو به فوتبال علاقه‌مند میکنه. اینو اگر ندیدید یه جای یادداشت کنید، سرچ کنید، دانلود کنید، ببینید کیفشو ببرید. بریم آلمان. بازیکن خوش تیپ، آقا با شخصیت، کاریزماتیک،
و دوست داشتنی گرجستان گیورگی گولستیانی مهمان ماست. خیلی من خوشحالم که این تورنمنت اینقدر رویایی، یعنی این شاید اتفاقات برای گیورگی گولستیانی که تا همین دو ماه قبل حتی یه بازی ملی هم انجام نداده بود، همه چیز رویایی براش پیش رفت. یه تیم فوق‌العاده، تیم دوست داشتنی و محترم که من فکر کنم از زبان اون بهتر حال و هواش رو بشنویم و لذتی که بردن رو با هم دیگه. Hello Adel, how are you? Thank you very much for your invitation again. Yes, it was incredible. منو دعوت کردید و بله بسیار بسیار خوب بود. It was incredible moments for us. It was historical moments really. بله برای ما لحظه تاریخی بود. چون چنین چیزی رو توی تاریخمون تجربه نکرده بودیم. We qualified from the Euro group and it's amazing. ما تونستیم از گروهمون صعود کنیم که حس خیلی خوبی داشت، ولی متاسفانه بعدش به اسپانیا خوردیم. و تیمی که کیفیت وحشتناک و فوق‌العاده‌ای داشت. It was very hard game for us. و کار برای ما خیلی سخت شد. Was that we showed our character. اما مهمترین چیز این بود که ما تونستیم توی این تورنمنت شخصیت خودمون رو به نمایش بذاریم. Such teams like Portugal, such teams like Spain, for example. و در این حال تونستیم مقابل تیمی مثل پرتغال بازی کنیم، تیمی مثل اسپانیا بازی کنیم، حتی جلوی اسپانیا هم به گل رسیدیم. گیورگی تو الان مثلا دو سال قبل، نه حتی یک سال قبل فکر میکردی در شرایطی که خیلی کم دعوت میشدی به تیم ملی، بعد بیای به تیم ملی برسی در آستانه بازی‌های یورو اولین بازی ملی تو تجربه کنی، تو اولین بازی ملی دوستانت پاس گل بدی و تو طول تورنمنت فیکس بشی و اینقدر همه در باید صحبت کنی، فکر میکردی مثلا چند ماه قبل همچین سرنوشتی در انتظارته؟ I never stopped dreaming about this. I did everything for that. You know, I هیچ وقت دست از رویا پردازی نمی‌کشم. و توی دوران حرفه‌ایم توی ایرانم همیشه سعی می‌کنم که همیشه بهترین عمل کردم رو به نمایش بذارم. I don't have your voice. میگن صدای من صدا رو ندارم. الان صدا من دارم. به گرجستانی ببینیم چی میشه این داستانه. Yes. So I did not expect of course in this age to be called خب but البته انتظار نداشتم که توی این سن و سال به تیم ملی دعوت بشم و برای تیم ملی گرجستان بازی کنم. Now in Georgia I'm an example for young players who are not called up for حالا میتونم توی کشور خودم یه الگویی باشم برای بازیکن‌های جوانی که تو سن پایین به تیم ملی دعوت نمیشن. و اینو بهشون نشون بدم که اگه مادامی که تسلیم نشید همیشه شانس موفقیت وجود داره. محمد اول فصل که مرتضی پورعلی گنجی اومد به پرسپولیس اضافه شد، گول نیمکت نشین حسین کنعانی‌زادگان و مرتضی پورعلی گنجی بود، یعنی انتخاب سوم دفاع پرسپولیس بود. بعد اصلا سرنوشت براش اینجوری رقم خورد که مرتضی مصدوم شد، گول اومد فیکس شد، بعد ادامه فصل حالا چند تا مصدومیت اینا پشت سر گذاشت، اومد گل قهرمانی رو برای تیم پرسپولیس زد و حالا در یورو هم در تمام بازی آخر اومد فیکس بازی کرد. عادل توی همین حوزه از گول سیانی دارم، به نظرم شما در یکی از جدیترین ویترین های بین المللی فوتبال دیده شدی، الان جذابم بازی کردی، احتمالاً سیل پیشنهادات به سمتت خواهد آمد، در فوتبال ایران ادامه میدی آیا کماکان با ما ایرانی ها میمونی؟ Adil, I don't know until now nothing because تا الان که جوابشو نمیدونم و چون که تمام تمرکزم روی این مسابقات بود، هر ایجنت یا باشگاهی که سراغم می اومد بهشون میگفتم که اجازه بدن اول تورنمنت تموم بشه. It's my first day. I'm still in Germany, so من هنوز الان تو آلمانم و این اولین روز بعد از یورو فعلا کمی استراحت بکنم و بعدش درباره آینده‌ام هم تصمیم میگیرم. ولی from Iranian teams there is not any particular particular offer, you know. در حال حاضر هیچ پیشنهاد خاصی از طرف تیم‌های ایرانی دریافت نکردم.
و اول فصل در واقع آخر فصل اینجوری بود که در شرایطی از پرسپولیس رها شد و رفت تو ترکیب تیم ملی گرجستان که یه سری تو پرسپولیس تو باشگاه پرسپولیس میگفتن که زانوش خرابه، ممکنه مصدوم باشه، بهش پیشنهاد تمدید نداده. الان یکم داستان براش تغییر کرد دیگه، علاوه بر این که یه عالمه پول باشگاه به خاطر حضور گیول در یورو یا عالمه پول 210,000 دلار 310,000 دلار همچین چیزی پول به باشگاه پرسپولیس هم رسیده بابت حضورش. و خب داستان تغییر کرده، الان شاید دست بالا رو گیول داشته باشه، شاید قبلش مثلا دست بالا رو پرسپولیس داشت. About knee, what can I tell you? 8 years ago, started my knee problem. چیزی که میخوام بگم اینه که مشکل زانوی من 8 سال پیش شروع شد و توی این 8 سال تقریبا تمام بازی ها رو بازی کردم. I'm not a dancer, you know. I'm a football player and I have some injuries, of course. و من رقصنده نیستم، بازیکن فوتبالم و طبیعیه که مصدومیتم پیش بیاد برام. Who knows me? Until I'm dead, I will play. ولی تا وقتی که زنده باشم دوست دارم فوتبال بازی کنم. و تو فصل به عنوان در واقع یورو رو به عنوان بازیکن ثابت شروع نکردی، در ادامه نمایش بسیار خوبی داشتی، بعد در برابر رونالدو فوق‌العاده بودی و دیشب هم که حتی خب کل تیمتون در برابر اسپانیا به حال اختلاف سطح وجود داشت. کی فهمیدی که تو ترکیب اصلی تیم پرتغال قرار میگیری، تو ترکیب اصلی تیم گرجستان قرار میگیری مقابل پرتغال و بعدش در بازی مقابل اسپانیا؟ No, it was a decision of Mr. Willy Sanyol. این تصمیم ویلی سانیول بود که مربی خیلی خوبیه. He understood my character, you know, he understood شخصیت منو خوب شناخته بود. میدونست که من اشتیاق و آتش دارم برای بازی کردن. I wanted to use that chance and I think و می‌خواستم از این فرصتی که در اختیارم قرار گرفته استفاده کنم. راستش من هیچ وقت از عمل کرده خودم راضی نیستم و فکر میکردم که همیشه پیش خودم میگم اگه این کار میکردم بهتر بود، اگه اون کار میکردم بهتر بود. ولی اسپانیا واقعا رقیب قدری بود و نه تنها در سطح اروپا بلکه در سطح جهان یکی از بهترین تیم‌ها هستن. یه صحنه ماندگار محمد از گیول رقم خورد، اون تکلی که زد با پای چپ توپ رونالدو رو گرفت. گیورگی رونالدو هیچ چیزی اندازه گل نزدن کلافش نمی کنه، عصبیش نمی کنه. تو اون مسابقه چندین و چند بار رونالدو رو ناکام گذاشتی، قبلا در ترکیب پرسپولیس مقابل النصر هم اتفاق رقم خورده بود. چجوری بود بازی کردن در برابر کریستیانو رونالدو و از اون تکل پای چپت بگو در برابر اون شوت رونالدو؟ کریستیانو is a really top player of course and it's great honor. واقعا بازیکن بزرگیه و افتخار بزرگیه که فرصت پیدا کردم توی یه زمین جلوش بازی کنم و خوشحالم که دو بازی جلوش بازی کردم و گلی نزد. و مدافعای زیادی نیستن که توی دنیا که بتونن این حرف رو بزنن، اما من دو بار جلوش بازی کردم ولی او حتی یه گلم نزد. So I don't know. Mostly, you know, I'm happy because it was great achievement. راستش راضیم چون این دستاورد بزرگی هم برای کشورم و هم برای خودم. ما جلوی پرتغال عالی بازی کردیم. Portugal also one of the top teams. و ضمناً پرتغال هم یکی از تیم‌های برتر دنیاست. و دیشب اون گل به خودیه که مردود اعلام شده کیف کردی دیگه. یه فکر کنم چند ثانیه سخت سپری کردی. No, yesterday was such a game that first of all we scored the goal. If you see the game, بازی دیشب our feeling was that اولش که ما گل زدیم ولی حسمون این بود که میدونستیم quality team, اسپانیا بی نهایت تیم خوبیه. ولی اونا مدام از سمت چپ، از سمت راست و وسط ما رو تحت فشار گذاشته بود.
by the rules of FIFA. I don't know why. و اون گلی که میگید یکی از گلایی که زدن آفساید بود که نمیدونم چرا مردود اعلام نشد. But anyway, you know, second half already we received second goal. ولی در نیمه دوم گل دوم خوردیم و مجبور شدیم که تهاجمی تر بازی کنیم. وقتی عقب میافتید دیگه فرقی نداره 2-1 یا 3-1 یا 4-1 ببازید، ناچارید که حمله بکنید. So it's quite disappointing for me, of course. But don't forget that this is Euro and شب دل سرد کننده ای برای من بود، ولی یادمون نره که اینجا یوروه و حریف ما اسپانیا بود. اتفاقا ویلی سانیول سرمربی تیم گرجستان مسابقه کرده بود و گفته بود که در واقع این اون گلی بود که هلند زد و در برابر فرانسه دامفریز توی آفساید قرار گرفته بود، این همون بود دیگه، یعنی گل هم فکر کنم همون با همون منطق این گل هم باید مردود اعلام میشد، ولی خب این اتفاق رقم نخورد. فقط ماماردشویلی فکر میکنی بمونه در تیم والنسیا؟ خیلی تورنمنت خوبی داشت. دروازه‌بان درجه یکیه و افتخار میکنم که کنارش بازی کنم و شاید بعد از یکی دو فصل به تیمای خیلی خیلی بزرگتری ملحق بشه. آدر یه شوخی درباره VAR به ذهنم رسید. Crucial mistakes, you know. اینه که ما وقتی VAR رو نداریم مدام احساس میکنیم که بهش احتیاج داریم، ولی دیروز دیدیم که VAR هم خالی از مشکل نیست، برای همین الان خیلی مطمئن نیستم که به VAR احتیاج داشته باشیم. آره خب عدد گل رو نمیزد اسپانیا نیمه اول یکیچ میرفتن تو رخکن شاید فرق میکنه، ولی فکر کنم در نهایت اسپانیا بازی رو با زحمت بیشتری میبرد. ولی هیچ چیزی از به نظر این واقعا که میگه هیچ چیز از ارزشای فلان تیم کم نمیکنه، واقعا گرجستان خیلی تیم محترم و شایسته بود، یکی از پدیده ها بود دیگه در لیگ بازی کردن. I totally agree with you because if the first half was 1-0 من کاملا باهاتون موافقم، چون اگه نیمه اول یک هیچ تموم میشد ما انسجام دفاعیمون رو بهتر میتونستیم حفظ بکنیم. And when we are organized in defense, it's very hard to score goal against. دفاع منسجم و فشرده‌ای داشته باشیم خیلی سخت‌تر میشه به ما گل زد. That goal was crucial for us. و اون گل گل تعیین کننده توی مسابقه بود. و the logic that football has in long term every time works, you know, this pain. فوتبال منطق به خصوصی داره و در دراز مدت این منطق همیشه جواب میده. بله درسته که اسپانیا از ما تیم خیلی بهتری بود و باید این حقیقت رو قبول بکنیم و نمیشه همیشه خوش شانس بود و قصر در رفت. صحبتی با هواداره ایرانی داری؟ تو قراره بیای ایران واسه مذاکره با تیم پرسپولیس، همچین برنامه داری الان؟ میخوام از تمام طرفدارای ایرانی تشکر کنم. نمیتونید فکرشو بکنید که چند تا پیام ازشون گرفتم. الان ایرانیای زیادی حتی بازیای ما رو میبینن و واقعا بهتون افتخار میکنم. This is the achievement of Iranian football also because this is what I could do in my national team. یادتون نره این به خاطر فوتبال ایران هم هست، چون من به خاطر فوتبال ایران تونستم کیفیت خودم رو بهبود بدم و به تیم ملی برسم. I'm really grateful for that. و از این بابت خیلی ممنون هستم. درباره مذاکراتم نمیدونم به ایران بیام یا نه. فعلا که مذاکراتی در کار نیست با هیچ تیمی. خیلی هم ممنون. صحبتی داری؟ نه دیگه، نه بریم. ممنون گورگی گولستیانی عزیز. ایشالا بازم بتونیم ببینیمت و موفق باشیم. Thank you very much, Mr. Adel. Every time it's great pleasure. خیلی ممنون آقا عادل، هر بار که باهاتون صحبت میکنم لذت میبرم. مرسی. قربونت، انشالله که موفق باشیم. خیلی آقاست محمد. خیلی واقعا با شخصیت جنتلمن و خوش تیپ و باحال. یه چیزی، یه خود ریتم برنامه‌مون رو تندتر کنیم، چون اصولا برنامه ما رو اینترنت مصرف میکنن میبینن. من دوست دارم که در واقع داده‌های زیادی داشته باشیم که
حیف نشه.